درود به هم میهنان عزیز و هموندان گرامی که به تماشای برنامه هفتگی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات نشسته اید. این برنامه از شبکه سراسری تلویزیون پارس از لس آنجلس برای شما پخش می شود. همانطور که آگاه هستید، شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه هفتم مهر ماه پیامی برای ملت ایران با عنوان پیمان نوین فرستادند. نظر به اهمیت این پیام که در شرایط بحران همه جانبه امروز کشور بیان شده است، توجه شما را به پخش دوباره پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی جلب می‌کند. با این تأکید که آنچه در پیمان گفته شده است را باید در واقع تنها راه رهایی ایران از چنگال رژیم فاسد و ایران ویرانگر جمهوری اسلامی به شما را آورد. روشن است که بدون اتحاد همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه و بدون خیزش و مشارکت سراسری مردم کشورمان، هیچ فرد و گروه و سازمان حزبی به تنهایی توانایی آن را ندارد که سرنگونی و عبور از جمهوری خبیث و پلید ولایت فقیه را که ایران را در یکی از هولناکترین شرایط تاریخمان قرار داده است فراهم آورد. بی تردید مسئولیت ملی و تاریخی ادامه وضع فعلی که سرانجام آن از هم فروپاشی همه جانبه ایران و ایرانی است را باید متوجه افراد، نیروها و تشکل‌هایی دانست که با بی حرکتی و خودمحورپنداری مستقیم و غیر مستقیم باعث ادامه حکومت جمهوری اسلامی هست. به پیام شاهزاده رضا پهلوی توجه فرمایید. هموطنانم، دلیل اینکه امروز با شما سخن میگویم آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان نوین است که پاسخی است به پیام‌های بیشمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید و می‌دانید هر روز ادامه حکومت اسلامی آینده‌ای حتی تاریک‌تر از امروز را برایمان رقم خواهد زد. انزوا، فروپاشی اجتماعی، تبعیض، خفقان، سقوط آزاد اقتصادی، سرخوردگی و ناامیدی تنها دستاورد 41 سال حکومت اسلامی برای مردم ایران بوده است. بگذارید برای آخرین بار درسی را که در بیش از دو دهه گذشته گرفته ایم و امروز خوشبین‌ترین افراد هم به آن معترفند مرور کنیم. این نظام اصلاح پذیر نیست. واقعیت این است که لیاقت شما این نیست و این جایگاه در خور نام ایران نیست. انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. تک تک مردم ایران در سراسر کشور فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش فکر و سبک زندگی، ضمن قبول مسئولیت در تصمیم گیری برای آینده خود و کشورشان باید به یک اندازه سهیم باشند. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. رفاه و پیشرفت در دنیای امروز در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری شهروندی استوار باشد. تلاش من برای قرار دادن کشور در یک مسیر صحیح است، نه برای یافتن یک مرهم سری که راه را برای بازآفرینی استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد. گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است. ما امروز نه تنها می‌دانیم چه نمی‌خواهیم، بلکه به روشنی می‌دانیم که چه می‌خواهیم.
یک ساختار سیاسی پایدار مبتنی بر اراده مردم که در آن قدرت در خدمت مردم و مدافع منافع ملی باشد، نه در انحصار گروهی خاص. سکوت، بی‌تفاوتی و بی‌عملی امروز ما پیامدهای بسیار فاجعه بارتری برای کشور و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت. بددلان در نقش خندق نظام به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به شما میگویم تنها آلترناتیو مقبول حاکمیت مردم ایران است. نظامی که در آن قانون برآمده از رأی آزاد مردم بالاترین مرجع حکومت است. بیایید باور کنیم که هیچ شخص یا گروه یا نیروی به تنهایی نمیتواند ما را نجات دهد. ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن میرسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد. من از واژه باور به جای امید استفاده می کنم و خود باور دارم که رسیدن به آزادی و رفاه تنها با تلاش تک تک ما و قبول این مسئولیت میهنی میسر است. این مسئولیت بر دوش یک فرد، یک گروه یا یک جریان نیست، بلکه بر دوش همه ماست. امروز تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید؟ از نخبگان و نیروهای سیاسی میپرسم کجا ایستاده اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم میخواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن میشناسید؟ امروز روز انتخاب است. من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز میکنم و میخواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی و برتری جویی روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران. تاریخ و آیندگان شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس ترین روزهای این خاک پاک کدام طرف ایستادید. به هم میهنان ارتشی هم میگویم وظیفه شما سربازان وطن دفاع از تمامیت ارضی میهنمان است. میهنی که با جانفشانی و از خودگذشتگی دلیرترین فرزندانش تا کنون پا بر جا مانده است. امروز که حکومت اسلامی برای حفظ قدرت آب و خاک کشور را به بیگانه واگذار کرده است و به روی مردم بیدفاع شلیک می کند، وظیفه شما بیش از هر زمانی دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است. از بدنه سپاه و بسیج می پرسم آیا نمی بینید که به سلاح سرداران سپاه تنها در پی مالندوزی و فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانیان و سرداران دزد قرار گرفته است؟ آیا نمی بینید که دخالت‌های سپاه در همه شئون زندگی مردم و همه ارکان کشور مملکت را فلج کرده و بسیج و سپاه عملاً به نهادهایی ضد مردم و کشور تبدیل شده اند؟ به چشمان فرزندان خود نگاه کنید و ببینید که آینده آنها چگونه گروگان منافع شخصی عده‌ای فاسد شده است. فرزندانتان از شما میپرسند کدام طرف ایستاده اید؟ مسیر پیروزی مشخص است.
اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنیم. در واحدهای کار و محلات حلقه‌های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از خانواده‌های اعتصاب کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی و میدانی، به ویژه آنهایی را که امروز پشت میله‌های زندان هستند، تنها نگذاریم. در خارج از کشور، در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی از آنهایی که نیازمندند، به وظیفه میهنی خود عمل کنیم. در شکل دادن به این شبکه بزرگ اعتراض، شرط موفقیت ما در تحمل آرا و عقاید یکدیگر است. ایران آزاد فردا برای همه جا دارد و هیچ کس به دلیل باورهای خود شهروند درجه دو نخواهد بود. در ایران آزادی که به دست توانای شما ساخته خواهد شد، حقوق اقلیت از سوی حکومت اکثریت پایمال نخواهد شد. باور کنیم که ما با هم و در کنار هم بیشماریم و سرکوبگران نیرومندتریم. این گونه است که می توانیم در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل خیابانها را از سرکوبگران بازپس بگیریم. بزرگترین قدرت ما در همین واژه است. ما. بدانید که جامعه جهانی امروز چشم به تلاش شما دوخته است و صدای اعتراض شما را می شنود و پیکار شما را نظاره‌گر است. هم‌میهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می‌ایستم چون نمی‌خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی‌خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی‌خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی‌خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمی‌خواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمی‌خواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم. پیمان نوینی که در آغاز از آن سخن گفتم، عهدی است بین همه مردم. در سایه عمل به این پیمان نوین میتوان به آینده‌ای روشن امیدوار بود. آینده‌ای که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد. آینده‌ای که شما لیاقت آن را دارید. هستند کشورهایی که با تعهد به شرایط صحیح و عادلانه موفق به رشد سریع اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی شهروندانشان شده اند. برای نمونه، بلافاصله پس از آزادی از شوروی، دولت‌های بالتیک رعایت 5 شرط را در دستور کارشان قرار دادند. شفافیت نظام مالی، شفافیت بودجه دولت، رفاه و امنیت کارگر و کارمند، تضمین حقوق مالکیت و سرمایه گذار و قبول قواعد داوری بیطرف در حل اختلافات مالی و تجاری. امروزه راستی آزمایی تعهد کشورها به این شروط موضوع قواعد و شاخصهای 5 نهاد معتبر بین المللی است. اول، گروه ویژه اقدام مالی FATF. دوم، سازمان مشارکت بین المللی بودجه‌ای IBP. سوم، سازمان بین المللی کار ILO. چهارم،
آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری میگا و پنجم انستیتوی داوری استکهلم SCC. اما ایران امروز کجا قرار گرفته؟ از نظر شفافیت مالی کشورمان در لیست سیاه FATF است که موجب محدودیت‌های تنگ و مسبب هزینه‌های بالایی برای معاملات بنگاه‌های ایرانی می‌شود. از نظر شفافیت بودجه ایران باید از تاریکی امروز به نمره 60 یا بالاتر از آن برسد. رقت‌بار بودن امنیت کارگر و سرمایه‌گذار و سیر قهقرایی تولید و قدرت خرید در ایران امروز بر همه آشکار است و بی نیاز از توضیح. هموطنان، راه برون رفت از یأس و ناامیدی، از فقر و ظلم ساده تر از آن است که می انگارید. ایران با منابع طبیعی به مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک می تواند با تعهد به این 5 شرط، با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تکنولوژی و مدیریت مدرن را به کشور رهنمون کند. استعدادهای ایرانی را که شهره جهان هستند پرنشاط کند و با شکوفایی اقتصاد تولید و درآمدها را بالا ببرد. فرزندان جاویدنام ایران، از ندا تا پویا، از ستار تا نیکتا و همه دلیرانی که در راه آزادی و سرفرازی میهن جان خیش را فدا کردند، در انتظار همپیمانی ما هستند. اینک وظیفه ماست که خواست آنها را برآورده کنیم. در این راه شما هر کدام یک کاوه هستید و ایران به فداکاری و دلاوری شما نیاز دارد. کاوه هایی همراه و همپیمان برای آزادی میهن تا بازگشت عظمت ایران. با درودی دوباره به بینندگان و هموندان عزیز حزب مشروطه ایران. در این بخش از برنامه راه آینده با آقای دکتر نادر زاهدی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران
و معاون پیشین دبیر کل که 24 سال پیشینه حضور در شورای مرکزی این حزب را دارند، درباره برگزاری آخرین کنگره حزب که 2 هفته پیش به دلیل شرایط ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به صورت مجازی در اینترنت برگزار شد، به گفتگو می پردازد. آقای نادر زاهدی، به برنامه خودتان خوش آمدید. درود دارم به شما و دوستان در قسمت فنی و هموندان گرامی و تمام بینندگان شما و تمام آنهایی که قلبشون برای ایران میتپه. تشکر میکنم آقای دکتر زاهدی. این کنگره که 13 همین کنگره حزب مشروطه ایران بود یا هست و 2 هفته پیش برگزار شد، از نظر شما چگونه برگزار شد و اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، این کنگره 13 حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات یه چالش جدیدی بود، چون ما این تجربه رو نداشتیم که در فضای مجازی کنگره ای برگزار بکنیم. کنگره هم یک سری به اصطلاح برنامه های خودشو داره که باید یک با یک پیگیری بشه و به نتیجه برسه، و همین خاطر خیلی در پشت اشخاصی در قسمت فنی تمرین کردن، ساعتها روزها وقت گذاشتن تا یک برنامه مرتب و خوبی انجام بشه. ولی من فکر میکنم که نام بعضی ها اونجا آورده نشد. علتش هم اینه، مثل یه مسابقه فوتباله، اون کسی که گل میزنه اون جلو همیشه اسمش میاد، ولی اونایی که جلوگیری کردن از گل خوردن معمولا نه مصاحبه ای باشون میشه نه سپاسگزاری ازشون میشه. من دوست دارم که در همین جا از اون اشخاصی که در قسمت فنی بودن در برنامه ریزی کنگره شرکت داشتن سپاسگزاری بکنم. اون دوستان از آقای رضا رازی، آقای کاوه نجات مرتضوی، آقای امیر صدری، آقای بابک قطبی و چند تا از دوستان دیگه‌ای که برای روز برگزاری کنگره زحمت کشیده بودن، ازشون سپاسگزاریم، چون کار راحتی نبود و تجربه‌ای هم وجود نداشت که بخوان بر استناد اون کارهای کنگره رو پیش ببرن. و من فکر میکنم که این یک کنگره موفقی هم بود، به خاطر اینکه دستاوردهای خوبی داشت. توی این کنگره افراد حضور داشتن و شخصیت‌هایی صحبت کردن از طیف‌های مختلف سیاسی و مبارزاتی، و پرداختن به بیان نظرات و اظهار اندیشه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خودشون، که این کنگره بسیار بارور کرد و شروع بسیار باشکوهی به کنگره داد. سپاسگزارم. با توجه به اینکه کنگره در فضای مجازی یعنی در اینترنت تشکیل شد و همونطور که خودتون اشاره فرمودید برای بار اول بود که حزب چنین در واقع کنگره‌ای رو برگزار می‌کرد و استفاده از تکنولوژی جدید، آیا کیفیت این کنگره نسبت به دوره‌های پیش کاهش یافته بود؟ من احساسم این نبودش. البته باید فرق گذاشت بین یک کنگره مجازی و یک کنگره حضوری. یه سری محسنات هر کدومشون دارن، ولی خب یه سری هم مسائلی داخلش هستش که میشه مثلا نام برد. ببینید، وقتی شما در یک کنگره حضور دارید با هموندانتون، با دوستانتون، از نزدیک میتونید صحبت بکنید. اون بهش تو آلمانی میگن کورپرشپراخ، یعنی اون صحبت بدن شما نشون میده که آیا شما واقعا مصمم هستید این کارو بکنید، یا اینکه
فقط حضور دارید، اینجور چیزا در فضای مجازی نمیشد و خیلی صحبتایی که به اصطلاح در ما بین دو نفر با بودن چهار تا چشم شد انجام داد، اینا اتفاق نمیافته، چون اکثرا مردم نه فقط ایرانی ها بلکه تمام دنیا ترس از این دارن که در این فضای مجازی صحبتاشون جای دیگه شنود بشه و باعث دردسر براشون بشه. و همین حساب این قسمتش خیلی برای ما ناآشنا بود که با همبندانمون در تماس و در ارتباط باشیم، ولی از اون طرف یه سری محسنات داشت، مثلا پرواز نکردن به اون طرف دنیا چون قرار بود این کنگره 13 طبق اساسنامه حزب در امریکا برگزار بشه و حداقل 13-14 ساعت پرواز برای هر کدوم از اروپا به اونجا باید در نظر گرفته میشد با بلیط‌های بسیار گران و در این موقعیت کرونایی نشستن در کنار اشخاصی که اصلا نمیشناختیمشون، این خیلی به نفع ما شد، صرفه‌جویی مالی شد. و از اون طرف توی کنگره هم وقت بیشتری دوستان گذاشتن تا در قسمت حضوری، چون ساعت ها هم یکم فرق کرده بود، باید مثلا صبح کله سحر غرب امریکا دوستان می آمدن در جلسه، ولی از اون طرف به اصطلاح اشخاصی که در اروپا بودن و بعد از اون باید شروع می کردن، وقتا یه جوری تنظیم شد که هر دو طرف یه جورایی حضور داشته باشن، کامل حضور داشته باشن. ولی چیزی که من مشاهده کردم یا دوستان همگی شاهدش بودن این بودش که خیلی از دوستان وقت بیشتری گذاشتن، یعنی بدون استراحت. من اگر مثلا روز دوم کنگره رو که روز یک شنبه هستش نگاه بکنم، از ساعت 3:30 بعد از ظهر در آلمان شروع شد و تا ساعت 1 شب بدون استراحت ادامه داشت و بحث‌های بسیار مفیدی اونجا در گرفت، تبادل نظرهای بسیاری شد و این بودش که به قول معروف بازدهی خوبی داشت و اون کمبود رو نداشت که خیلی اولش فکر میکردن. در هر صورت به نظر من یک تجربه‌ای بود، ولی شخصا دوست دارم که کنگره ها حضوری باشه تا مجازی، برای اینکه دوستانو بشه درک بهتری ازشون کرد و متوجه شد منظورشون در بعضی از موارد چی هستش. سپاسگزارم. پیش از اینکه به ادامه گفتگو با شما بپردازیم، به اطلاع بینندگان عزیز میرسونم که روز یک شنبه 4 اکتبر تظاهراتی در لس آنجلس از ساعت 2-5 بعد از ظهر مقابل فدرال بیلدینگ برگزار میشه که طی اون علیه اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری به دولت جمهوری اسلامی، به رژیم قصاب صفت جمهوری اسلامی اعتراض خواهد شد و یاد او و دیگر کسانی رو که با محاکمه های سریع و بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شده است رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که هممیهنان عزیز همه در این که هممیهنان مقیم لس آنجلس در این تظاهرات شرکت کنند و بتوانیم با ایجاد یک جو عمومی، افکار عمومی مردم امریکا، دولت جمهوری اسلامی رو وادار به پذیرش قواعد بین المللی در این زمینه کنیم. ایزد که تا در جهان زنده ام، ز سوگ سیاوش دل آزرده ام.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنیده، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ظلم‌ستیزه. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه. پیام پهلوان را به گوش جان بشنویم و یک دل و یک زبان صدای نوید و دیگر نویدهای در بند ما باشد. یک شنبه 4 اکتبر 2020 2-5 بعد از ظهر، ساختمان فدرال، لس آنجلس. از این بیش قابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم، جنگل و شهر و ده و کوه و کمر از نفس خیش و گوفان کنیم. دانه ی هر گل که تو پرپر کنیم باز بکاریم و دوچندان کنیم، پای بکوبیم و براریم دست، خنده زنان ترک سر و جان کنیم، خنده زنان ترک سر و جان کنیم. حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم، حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم. بسیار خوب آقای زاهدی، برگردیم به گفتگو با شما. کنگره 13 حزب با عنوان ایرانگرایی تشکیل شد، ضمن اینکه البته به بزرگداشت یادبود زنده یاد دکتر خسرو اکمل دبیر کل پیشین حزب مشروطه هم اختصاص داشت، در از ایشون هم یادی شد و بزرگداشت خدمات ایشون هم به عمل آمد. اما علت اینکه این کنگره رو ایرانگرایی نام نهادید چه بود و به نظر شما پرداختن به ایرانگرایی در شرایط امروز کشور ما که در معرض بزرگترین خطرها هست چه اهمیتی؟ بله، ببینید، اگر ما رفتار جمهوری اسلامی رو توی ماهای گذشته و سالهای گذشته نگاه میکنیم، بسیاری از این رفتارها ضد ملی بوده و حتی روز به روز این رفتارهای ضد ملی بیشتر و بیشتر میشه. و رفتار حزب مشروطه ایران و همبندانش رو نگاه بکنیم، ما رو به صورت ملیگرایانی لیبرال جلوه میده و این چیزی است که ما باید ازش دفاع میکردیم. بنابراین بنای مبارزه حزبی ما حول محور ملیگرایی میچرخه و این ملیگرایی است که آینده ایران رو میتونه نجات بده. اگر شخصی بره تحقیق بکنه، تاریخچه ما رو مطالعه بکنه، اسناد ما رو از جاهای مختلف در بیاره، متوجه میشه که ایسو ما در اکثریت هماهنگی ها، همراهی ها و همبستگی ها حضور داشتیم و از سوی دیگر با هدف تحقق منفعت ملی ایرانیان در اکثر مجامع بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک حاضر بود. بنابراین این شرایط در این دوران گذاری نوینی که الان هستش
ما چشم به ساختن یک دولت و جامعه دموکراتیک برای آینده ایران داریم و داشتیم. به همین خاطر هم حس تصمیم گرفت که کنگره 13 رو در اولویت‌های ملی‌گرایی و آزادی‌خواهانه سوق بده و نام کنگره رو نام ایرانگرایی گذاشت که همطور که شما فرمودید بزرگداشتی هم بود از آقای زنده یاد دکتر خسرو اکمل که ایشون هم در زندگی سیاسی خودشون از روز اول ملیگرا بودند و ایرانگرا و در عمل نشون داده بودند که لایق بودند در کنار این ایرانگرایی نامشون آورده بشه. بله درست میفرمایید، زنده یاد دکتر خسرو اکمل رو واقعا باید میهن پرستی واقعی دانست که از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید تا زمانی که این جهان رو ترک کردند لحظه ای از مبارزه علیه این رژیم فاسد و دروغین نایستادند و همواره در واقع میشود گفت پشتگرم ما بودند و پشتیبان حرکت‌های ملی مردمی. آقای زاهدی به آخرین پرسشمون بپردازیم و اون این استش که به طور معمول در پایان هر کنگره‌ای قطعنامه‌ای به تصویب شرکت کنندگان در اون کنگره میرسه و بعد منتشر میشه. در کنگره 13 هم میدونیم که قطعنامه‌ای منتشر شد و مایل هستم که راجع به این قطعنامه یک اطلاعاتی برای بینندگان ما بیان بفرمایید. همطور که فرمودید در تمامی کنگره ها و کنفرانس های حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات قطعنامه هایی به وسیله هموندان ما تصویب میشه، یعنی پیشنهاد میشه، بحث و گفتگو میشه روش و در آخر سر هم به رأی گذاشته میشه و اعلام میشه. این دوره بسیاری از دوستان در این گفت و شنودها تبادل نظرها شرکت کردند و حقیقتا دیدن که واقعیت‌های امروز ساختن یک ایران دموکراتیک و آزاده و به همین خاطر این قطعنامه رو به اون صورتی که ارائه داده شد تصویب کردن. من فکر میکنم که خواندن این به اصطلاح قطعنامه در این برنامه شاید وقت زیادی رو ببره، ولی اون پاراگراف آخرش، بند آخرش رو اگه اجازه بدید برای اینکه هیچ اشتباهی داخلش نکنم من از رو بخونم. این در حقیقت اون چی میگن جوهر قطعنامه رو میشه تو اون پیدا کرد. قطعنامه کنگره 13 حزب مشروطه، ببینید تو بند پایانی قطعنامه کنگره 13 اومده ما دستیابی به فرهنگ اصیل ایران و ایرانگرایی را شیوه مهم رویارویی با رژیم حاکم می‌دانیم که می‌کوشد تا فرهنگی واپسگرا و بیگانه را بر ملت ایران چیره سازد. در آینده ستون‌های کشور یک پارچه و ملت یگانه ایران بر پایه‌های زیر نهاده می‌شود. دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، ترقی و توسعه پایدار، خردگرایی، صلح، امنیت و همزیستی با جهان. در چنین ایرانی همه تیره‌ها و اقوام
با نگهداری ویژگی های فرهنگی و زبانی خیش ایران را نمایندگی می کنند. به همان سان که ایرانیان در گذار تاریخ پیوسته چنین کرده اند، رهایی از کابوس 1400 ساله و روی آوردن به چنین آیندهی وظیفه گریزناپذیر نسل کنونی است. من فکر میکنم که این بند آخر کل جو کنگره رو نشون میده که این هموندان حزب مشروطه در چه راستایی فکر میکنن و به چه نحو ایران آینده رو میخوام بسازن. من امیدوارم که هموطنانمون که قصد دارن به فعالیت سیاسی بپردازن این قطعنامه رو یک بار بخونن و به حزب مشروطه ایران بپیوندن. برای سربلندی میهن ما احتیاج داریم به افرادی که از خود گذشتگی نشان بدهن و کار سیاسی را کاری به عنوان وقت تلف کردن حساب نکنن. تشکر میکنم آقای زاهدی. شما پیشنهاد کردید که مردم در ایران به خواندن این قطعنامه بپردازند و متوجه اهمیت اون و شرایط کنونی در شرایط کنونی بشن. این قطعنامه رو در کجا می شود خواند؟ یعنی مردم در ایران از طریق چه سایتی می توانند این قطعنامه رو بخونند؟ این قطعنامه اولا در سایت خود حزب مشروطه ایران هست که آدرسش هست irancpi.party. پارتی یعنی حزب، درسته؟ بله بله. و آدرس دیگری هم هست که از اون طریق هم شاید راحت تر یا بهتر بشه تایپش کرد، irancpi.net. اونجا اگر وارد صفحه شدن قسمتی هست نوشته حزب، وقتی که روی اون کلیک بکنن یک پنجره‌ای باز میشه که اونجا هم نوشته شده کنگره ها و کنفرانس ها. اگر روی کنگره ها کلیک بکنن، یک، تمام این سخنرانی ها و پیام هایی که دوستان حزب، هموطنان ما از طیف های مختلف اونجا شرکت کردن به صورت ویدیو وجود داره، اونا رو بهشون دستیابی پیدا میکنن. در ضمن گزارشی از کنگره هست که در اونجا چه اتفاقاتی افتاده. این قطعنامه رو بسیاری از هموطنان ما در صفحه های خودشون در فیسبوک، در اینستاگرام، این طرف و اون طرف هم پخش کردن. اگر در قسمت جستجو شاید دوستان بنویسند قطعنامه کنگره 13 حزب مشروطه ایران، اونم در به اصطلاح سوشیال مدیا پیدا خواهند کرد. تشکر میکنم جناب دکتر نادر زاهدی از اطلاعات خوبی که در اختیار بینندگان عزیز برنامه ما گذاشتید. سپاسگزارم. امیدوارم که در فعالیت‌های سیاسی خودتون که دست کم 24 سال اون رو در شورای مرکزی حزب مشروطه ایران گذروندید، همواره موفق باشید و بتوانیم در کنار هم و در کنار ملت بزرگ ایران به وظیفه خودمون که کنار گذاشتن رژیم ایران ویرانگر جمهوری اسلامی است کمک کنیم و کشوری آزاد و آباد با مردمی شاد و برخوردار از بیانیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی بپردازیم و کشوری آزاد رو بسازیم. از حضور شما سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما.
در ادامه برنامه همونطور که بینندگان عزیز متوجه شدند، این برنامه رو به گزارش های کنگره 13 حزب مشروطه ایران اختصاص دادیم و در ادامه برنامه سخنرانی آیه مهدی ذوالفقاری از جبهه ملی در امریکا استفاده میکنیم. سخنرانی ایشون رو که در کنگره به عنوان میهمان حضور داشتند رو پخش میکنیم و امیدواریم که همواره بتوانیم نهایت همکاری رو بین حزب مشروطه ایران و سایر سازمانهای ایران دوست، دموکراسی خواه و دموکرات و خواهان تمامیت ارضی ایران ادامه بدیم و بتوانیم با هم در کشورمان به آبادانی و سازندگی اون کشور بزرگ بپردازیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم کاظم‌زاده. و قبل از اینکه پیام رو بخونم میخواستم از آقایون فواد پاشایی و خسرو بیت‌اللهی تشکر کنم که منو به این نشست دعوت کردن. خانم ها و آقایون، دوستان و هموطنان عزیز، درود بر شما. برگزاری کنگره 13 را به شما هموطنان عزیز در این شرایط حساس کشورمان تبریک گفته و صمیم قلب برایتان پیروزی و موفقیت آرزو دارم. همه ما شاهد 42 سال حکومت فاسد و انسانکش اسلامی حاکم بر کشورمان هستیم و میدانیم که باید با اتحاد و همبستگی همه نیروهای سرنگونی طلب و دموکراسی خواه از این فتنه بزرگ آسوده گشته و کشورمان را در راه رفاه، دموکراسی سوق دهیم و بر این باور هستیم که ایران بزرگ متعلق به تمام ایرانیان بوده و همه در سامان دادن آن همسان هستیم. کارنامه 42 سال حکومت اسلامی در کشورمان فقر و درماندگی کارگران، موزبگیران، کشاورزان، کارمندان و تمام اخشار تهیدست و آسیب پذیر ملت ایران شده و همین مردم هستند که وظیفه سرنگونی این قوم فاسد و جنایتکار را اسلامی را دارا می باشند. خانم ها و آقایان محترم، ما جمهوری خواه هستیم و باورمند به رأی مردم. نظر ما این است که با توجه به فرهنگ استبداد پرور ایران، یک سیستم انتخابی بهتر می تواند دموکراسی در جامعه را تضمین کند. شما هم به سیستمی باور دارید که سابقه چندین هزار ساله در سرزمینی من دارد و این حق شماست که برای تحقق خواستهایتان و مبنای احترام به حقوق دیگراندیشان تلاش کنید. اما شما و ما باید به رأی مردم گردن نهیم، حتی اگر برخلاف خواسته های ما باشد. این امر مهم باید با انتشار یک میثاق ملی که در برگیرنده تمام باورها باشد و به تصویب تمام نیروهای دموکرات و دموکراسی خواه که دل در گروه پیشرفت و اعتلاء ایران دارند میسر شود. در نتیجه رأی مردم در هر گزینه ای باید ملاک قرار گرفته و مورد تأیید تمام نیروهای موجود در کشورمان قرار بگیرد. نکته مهم دیگری به نظر ما آن است که مبارزه برای تغییر و تصمیم گیری حق تمام آحاد ملت ایران بوده و تمام نهلهای فکری در این امر مهم از حق مساوی و دموکراتیک برخوردار می باشند. هموطنان و دوستان عزیز، جبهه ملی ایران در آمریکا خواهان سرنگونی حکومت اسلامی و خواهان یک حکومت دموکراتیک، لائیک و غیر ایدئولوژیک بوده و ایرانی آباد توأم با رفاه، دموکراسی، امنیت و ایرانی بدون اعدام و شکنجه و لغو جرمی به نام سیاسی و زندانی سیاسی هستیم و برای این خواست ها مبارزه پیگیر می نماییم. ما مطمئن هستیم که با شما در این خواست همراه خواهیم بود. برای شما و کنگره تان در راه سرنگونی نکبت اسلامی و آزادی و دموکراسی در ایران آرزوی موفقیت دارم.
جبهه ملی ایران در آمریکا. آبان خونین و زخمای بی مرهم، انبوه اندوه هست در این سرای غم، سرکوب هفت هفته کارگران بینان، نیزار در آتش، درویش در زندان، از مادری که دی داغ غم فرزند، تا بی گناهانه آشفته در بند، یک آب جان کندیم. بینندگان عزیز، برنامه حزب مشروطه ایران که از شبکه سراسری پارس پخش می شود در اینجا به پایان رسید. برای شما تندرستی و سربلندی آرزو می کنیم و امیدواریم که بتوانیم در کنار هم هرچه سریعتر رژیم جمهوری اسلامی رو به صفحات تاریخ بسپارید. شاد و تندرست باشید. تا برنامه آینده.